امروز میخوام در مورد حجم مایع آمنیوتیک در بارداری صحبت بکنم که ممکنه یکی از دغدغه مامانای باردار باشه که ممکنه در سونوگرافی زده باشه حجم مایع آمنیوتیکشون کم شده. میخوام ببینیم که علتاش چیا هستش و چی کار میشه برای این موضوع انجام داد. اول میخوام یه توضیح در مورد کیسه آب یا مایع آمنیوتیک بدم. کیسه آب همون محیطی هستش که جنین در اون قوطه‌ور هستش و در واقع این کیسه آب جنین رو از صدمات احتمالی حفاظت میکنه و اینکه دمای بدن جنین رو میتونه تنظیم بکنه، مثل یک ترموستات عمل میکنه و در واقع جنین تو اون محیط داره رشد میکنه. منبع اصلیش بیشتر ادرار جنین هستش که در واقع جنین مایع آمنیوتیک رو میبلعه و به صورت ادرار به محیطش دوباره میده که این در واقع به تکامل کلیه های جنین شما، مثانه و سایر اندامهاش کمک میکنه. حالا کم شدن مایع آمنیوتیک در بارداری ممکنه اتفاق بیفته که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. استرایی که استفاده میکنن اولیگوهیدرامنیوز هستش. کم شدن مایع آمنیوتیک کمتر از 5 سانتی متر رو بهش میگن. اگر کم شدن مایع آمنیوتیک که قبل از میانه حاملگی اتفاق بیفته زیاد پیشاگهی خوبی نداره، میتونه منجر به سخت بشه. اما اگر بعد از میانه حاملگی بعد از 20 هفته اتفاق بیفته میتونه باعث یک سری عوارضی بشه، از جمله اینکه باعث افزایش زایمان زودرس و اینکه احتمال سزارینی شدن مادر رو بالا میبره، احتمال دیسترس جنینی و فشردگی های بند نفر افزایش میده. بنابراین اگر بعد از 20 هفته اتفاق بیفته یک سری عوارض این رو در دوران بارداری منجر میشه که باعث میشه که این اتفاقها بیفته. کاری که معمولا انجام میدن وقتی که در بارداری تایید شد که خانمی دچار اولیگوهیدرامنیوز یا کاهش مایع آمنیوتیک هستش، میان اول در واقع باید پارگی پرده ها رو بررسی بکنن که پارگی پرده ها رد بشه و اینکه یک سونوگرافی میدن برای بررسی رشد جنین، چون وقتی حجم مایع آمنیوتیک کم میشه رشد جنین هم کم میشه و به عبارتی جنین دچار محدودیت رشد جنین میشه که اگر این اتفاق بیفته و تایید شده باشه که جنین رشدش کم شده، دیگه حالا بررسی های بیشتر با کالر داپلر رو اینها انجام میشه. حالا میخوام ببینیم که علتش چی میتونه باشه، چه عواملی میتونه باعث بشه که حجم مایع آمنیوتیک تو بارداری کم بشه. میتونه یک سری ناهنجاری های مادرزادی باشه یا مصرف یک سری داروها توسط مادر در دوران بارداری باشه یا یک سری نارسایی های رحمی جفتی، خصوص نارسایی جفتی میتونه باشه که باعث بشه که این اتفاق بیفته. و همچنین حاملگی های طول کشیده، مثلا بالای 40 هفته، مثلا خانم منتظر زایمان طبیعی هستش بالای 40 هفته شده و هنوز مثلا دردش نگرفته و حاملگی که بالای 40 هفته هستن احتمال کاهش مایع آمنیوتیک وجود داره. و همچنین بیماری های مزمن مادر، مادرانی که مثلا از قبل از بارداری دیابت داشتن یا دچار فشار خون بودن، وقتی باردار میشن چون در واقع اینها دچار اختلالات عروقی هستن، اختلالات عروقیشون میتونه منجر بشه که حجم مایع آمنیوتیک تو بارداری کم بشه. بنابراین اینها از جمله مواردی هستش که در واقع علت کاهش حجم مایع آمنیوتیک رو میتونن باعث بشن و اقداماتی که حالا در دوران بارداری باید برای این کار انجام شه. همینطور پیشاگهیشو براتون گفتم که قبل از 20 هفته احتمال سقط شدنش وجود داره و بالای 20 هفته در واقع یک سری اقدامات تشخیصی باید انجام بشه که در واقع پزشک بتونه بهترین تصمیم رو برای مادر در دوران بارداری بگیره. طبق یک سری از رفرنس ها گفته شده بود که مصرف حالا آب فراوان در دوران بارداری میتونه تا حدی کنترل بکنه این موضوع رو، ولی هنوز به طور قطعی موضوع ثابت نشده. ولی خب مصرف کلا مایعات زیاد در دوران بارداری توصیه میشه که یک مادر باردار بهتر روزی 10 الی 12 لیوان آب مصرف بکنه، ولی در اصل درمان قطعی به حساب نمیاد و اقدامات بعدی باید توسط پزشک شما حتما انجام بشه. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک بکنه که آگاهیتون رو در زمینه کاهش حجم مایع آمنیوتیک در دوران بارداری بالا برده باشین و بتونین با همکاری پزشکتون در واقع اون بارداری رو به صورت ایمن و بی خطر پشت سر بذارین. اگر با سوالی تو این زمینه دارین میتونین تو قسمت کامنت ها از من بپرسین. منتظر ویدیو بعدی من باشین. خدا نگهدار.